أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرک و مبلغ رسالاتک بشیر رحمتک و نذیر نقمتک سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. خداوند علی اعلا در قرآن عظیم الشان می فرماید: یا ایها الذین آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا پروا دارید و تقوا را رعایت کنید، برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می دهد. یکی از برکات تقوا این است که انسان در اختلاف و در خلط و در واقع شبهه بین حق و باطل، قدرت تشخیص حق را از باطل پیدا می کند. این نیرویی است که خدا وعده داده در اثر تقوا نصیب انسان می شود. گناهانتان را از شما می زداید. یغفر لکم ذنوبکم. خدا دارای بخشش بزرگ است. والله ذو الفضل العظیم. لذا آقا امیرالمومنین فرمودند تقوا بهترین گنج، محکمترین پناهگاه و عزیزترین عزت و اقتدار است. امید است که هممان این وصیت الهی و این وصیت انبیا و اولیا و حضرات معصومین، مخصوصا مولامان امیرالمومنین را در لحظات زندگی در سراسر عمر مورد توجه و دقت و نصب العین مان قرار بدهیم. خطبه اول بحث را که عنوان کرده بودیم که عالم مورد حرمت و لطف و عنایت خداوند، انما یخشی الله من عباده العلماء، عالمی که پیامبر فرمود
نگاه به چهره او عبادت است، تنها کسی نیست که خوبی ها را از بدی ها و حق را از باطل و ثواب را از ناسواب تشخیص بدهد، بلکه علاوه بر اینها باید در تزاحم موضوعات اون چی رو که به صلاح جامعه هست او را بتواند بفهمد و به آن جامعه را راهنمایی و رهبری کند. در صحبت هایی که ادامه پیدا کرد عرض کردیم دو دیدگاه در جامعه اسلامی ظهور کردند، از بدو شروع و آغاز اسلام این تفسیرها و این برخوردها بود تا هنوز هم ادامه داره. یک عده خیلی قشری هستند، خیلی در واقع به ظاهر نگاه میکنن فقط از دین یک اعمال و در واقع رفتار سخت غیر قابل هضم را میفهمن در قالب عبادات، در قالب اعمال و واجبات. عده هم خیلی آزادن، بیش از حد در واقع و موضوعات توجه ندارم، میگوین فقط دنبال عدالت اجتماعی هستیم، اگر کسی مجری عدالت اجتماعی بود همه چیز درسته. عرض شد نه، ما هم نیاز به رابطه با خداوند داریم، رابطه با دعا، عبادت، اعمال واجب و در واقع دوری و پرهیزی از محرمات و منهیات داریم و هم نیاز به مسائل اجتماعی داریم. اون دین و اون حقیقتی که اسلام معرفی کرده هم یک دنیای آباد برای جامعه انسانی در نظر داره و با رعایت دستوراتش دنیای کاملا مرفه، امن، با عزت فراهم می شود و هم آخرتی که ما اهل نجات باشیم. من بحث را به خاطر اینکه بتانم نسبتاً جمع کنم و تکمیل بشه در حد نماز جمعه خیلی در واقع برجسته و یعنی با حذف خیلی از فرازها ادامه میدهم. مثلا پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند خدایا بین مردم و نان آنان جدایی مینداز. خب طبعاً نانی که پیغمبر در اینجا میفرمایند یعنی غذا. خدایا بین مردم و نان آنان جدایی نینداز. اگر بین مردم و نان مردم فاصله بیفتد، این فرمایش پیامبر است. شما واژه خبز را در روایات وقتی بررسی کنین یا اطعام، خیلی از این قبیل کلمات پیدا میکنین. اگر بین مردم و نان مردم فاصله بیفتد، دیگر خیر، دیگر خبر از دین نخواهد بود. ما هم باید دنیا را تأمین بکنیم، آباد بکنیم و هم دین داشته باشیم. این آیه در چندین سوره قرآن هست، همه تون اکثرا حفظین، در قنوت هم میخوانیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. خدایا به ما حسنه دنیا بده، آتنا یعنی بده، و فی الاخرت حسنه، حسنه آخرت هم بده. خب گاهی باید خودمان در واقع آماده کنیم که این معارف را از زبان کسانی که قرآن اونها را معصوم معرفی کرده بشنویم. از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا دو تا حسنه در این آیه آمده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه دنیا، و فی الاخرته حسنه، حسنه در آخرت. خب چه اشکال داشت میفرمود ربنا آتنا فی الدنیا و الاخرته حسنه؟ چرا دوتا حسنه آمد؟ امام صادق علیه السلام فرمودن رضوان الله و الجنت فی الاخره، حسنه آخرت این است که بهشت بریم.
خدا از ما راضی باشه. و مقاماتی که خدا در قرآن برای بهشتیان معرفی کرده به اونجا برسیم. حضرت فرمود این حسنه آخرت است. اما حسنه دنیا چیه؟ دقت کنین، وسعت فی الرزق والمعاش. حضرت فرمود در دنیا دستمون باز باشه، وسعت در زندگی، امکانات زندگی، و حسن الخلق، خوش برخورد، خوش صحبت، با جاذبه. حضرت فرمود این حسنه دنیاست. در واقع حضرت رضوان الهی و بهشت را حسنه آخرت معرفی کردند و توسعه در روزی حلال، معیشت، خوش برخوردی را و حسنه در دنیا تطبیق دادند. پس ما باید یک دینی را در واقع دنبال بکنیم که همون دینی که خدا فرمود ان الدین عند الله الاسلام، که هم دنیای مردم آباد باشه و هم آخرت مردم. و این شده نیست، با سختگیری، با فشار، با قشر نگری، با افراد، فشارهای بیش از حد، با تفرید که بگیم نه دیگه فقط عدالت اجتماعی، دیگه مسائل نماز و عبادت و دعا و ارتباط با خدا به اینام توجه نداشته باشیم، اول این که دنیا ما هم تأمین نیست. باور کنیم اگر چند روزی هم فکر میکنیم دنیای خوبی داریم، مسلم از آخرت محرومیم. اما اسلام هر دوتا را میتوانه تأمین بکنه. همه زیبایی ها را انسان میتونه در دنیا داشته باشه و از برکات الهی در آخرت هم بهره‌مند باشه. امام صادق فرمودن نعم العون الدنیا علی الاخره، دنیای حلال بهترین کمک معاون کسیه که به اون کسی که ای دنبال او است و معاونی او است کمک میکنه. حضرت فرمود بهترین کمک برای آخرت دنیای حلال است، زندگی حلال. متاسفانه کمتر به این مقوله ها در گفتمان اجتماعی ما توجه شده. امام صادق علیه السلام فرمود از ما نیست، از ما اهل بیت نیست، کسی که دنیایش را برای آخرت ترک بکند، خودش به یک راهی بزنه که کل بر جامعه باشه، دیگرها باید به او کمک بکنه. حالا من به وظیفه‌ای که دارم باید واقعا بگم، مثلا گاهی بعضی کشورها به ما کمک میکنه، به ما یعنی به جامعه افغانستان، و بعدم باید تشکر بکنه. اما چرا شرایط اینطوری پیش بیاد؟ چرا اینطوری پیش بیاد که ما همیشه منتظر باشیم دیگرها به ما کمک بکنه؟ مگر ما آب نداریم؟ مگر ما خاک نداریم؟ مگر ما انرژی که در جای دیگه دنیا هست نداریم؟ مگر نیروی انسانی نداریم؟ و یک فکری بکنیم که خلاصه زندگی درست میشه دیگه. رابطه با دنیا خوبه، اما رابطه داد و ستد، نه فقط رابطه بگیر. یه چیزایی ما لازم داریم نداریم، تولیدش به صرف ما نیست، خب اینا رو از دنیا بگیریم. اما باید یک چیزایی هم ما داشته باشیم که دیگرها دستشون طرف ما دراز باشه. و این با یک فکر، با یک مدیریت کلان شده نیست. شرطش این است که درست فکر بکنیم. من یک روایت را برای که بحثم یعنی فکر کردم تکمیل بشه، و تکمیل که نه، یعنی یک مقداری به اصطلاح روان بشه و هممون بهره ببریم، برای دوستان بخوانم. روایت از چندین معصوم نقل شده، شما هم دقت کنین. دو تفسیر یا دو برداشت از این روایت هست. اونی که عالم نباشه، آگاه نباشه، ممکنه در برداشت از روایت به مشکل بر بخوره، قطعا جامعه رم به سمت بدی میکشانه. روایت داریم اعمل دنیاک که انک تعیش ابدا، برای دنیا طور کار بکن که همیشه زنده ای. اعمل دنیاکه،
کار بکن برای دنیا که انک تعیش و ابدا، گویا همیشه زنده میمانی. و عمل لآخرتک که انک تموت و غدا، برای آخرت کار بکن که انگار فردا میمیری. خب یه وقت با آدم میگه طوری برنامه ریزی کن که همیشه زنده ای، پشت سرش میگه که طوری برنامه ریزی بکن که فردا میمیری. خب یه حدیثه. بعضی آمدن اینطوری معنا کردن، گفتن آقا کارهای دنیا را به تأخیر بینداز. حالا خانمان خراب بود، آب نداشتیم، سرک نداشتیم، شفاخانه نداشتیم، مثلا امکانات اجتماعی، رفاهی، فرهنگی، زندگی من فراهم نبود، کارا را به تأخیر بینداز. زنده ای دیگه، اما کارهای آخرت را جلو بینداز، شاید فردا بمیری. یک برداشت از روایت همینه، اینه که امام رضا علیه السلام، خدا انشالله توفیق زیارت آقا را نصیب من بکنه و شفاعت آقا را روزی همه من بگردانه، فرمود که یک روایت بفهمی بهتر از آن است که هزار روایت نقل کنی. یک روایت بفهم بهتر از آن است که هزار روایت نقل بکنی. آخی همه روایت خونده میشه، کجای زندگی مردم را درمان میکنه؟ یک ایده از روایت برداشتن اینه، کارهای دنیا را به تأخیر انداز، مثل این که همواره زنده هستی ولی کار آخرتت را جلو بینداز. خب این یک برداشته، انگار که فردا میمیری. برداشت دیگر این است، طوری در زندگی کار بکن که از دیگرها بی نیاز باشی. اعمل لدنیا که انک تعیش و ابدا. خب آدم مثلا گاهی یک جایی زندگی میکنه، میگه خب حالا یک روز، دو روز، یک هفته اینجا هستم، بالاخره از همسایه چیزی طلب میکنم، از رفیق طلب میکنم، از این طلب میکنم، از اون درخواست میکنم. میگه نه بابا، ما میخوایم دراز مدت اینجا بمانیم، زندگی کنیم. میگه باید همه چیز ما رو خودمون درست کنیم، محل پذیرایی، محل استراحت، محل مثلا تفریح، محل ورزش، محل طبابت. بعضی ها فرمودن که مراد این روایت اینه، طور زندگیت تنظیم بکن که گویا همیشه در دنیای و از دیگر را باید بی نیاز باشی. و بزرگان ما، علما می فرماین این تفسیر دوم و برداشت دوم از روایت صحیح تر است. البته این با اون معنا نیست که ما با آخرت عقیده نداریم، نه، خیلی هم اتفاقا کسایی که با آخرت عقیده دارن کارهای خوب انجام بدن. یعنی شما معمولا کسانی را برین ببینین در زندگی، اینهایی که اهل نمازن، اهل زیارتن، اهل وجوهاتن، اهل دعاین، اهل گریهن، همینا اتفاقا منشأ خدماتن. شما خدمات مراجع را ببینین، خدمات انسانهایی که اهل زیارت و دعا و مناجاتن، اینا رو بالاخره با اونهایی که فقط اهل خدمت شما عرض بشه، دنیا و آزادی هایی که واقعا حقیقت نداره بودن، با اینا مقایسه بکنین؟ هیچ قابل مقایسه نیست. اسلام به همه جوانب قضیه توجه داره، لذا پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن اذا اراد احدكم الحاجه، وقتی دنبال یک خواسته ای هستین، فل یبکر الیها، صبح زود حرکت کنین. حالا خب میبینین خیلی ها الحمدلله، حالا شهر ما و شما، کشور ما از این جهت الحمدلله خوبه، منتها بازم آثار داره. فرمود که من از خدا خواسته ام برای امت من در صبحگاهان عنایت داشته باشه، یعنی گره گشایی ها بیشتر در حرکت های منظم است. حضرت صادق علیه السلام فرمودن کسل نباشین در کار کردن، لا تکسلو فی طلب معایشکم. کسل یعنی آدم خسته، کمکار، تنبل. حضرت فرمود در طلب روزی معاش کسل نباشین،
و ان فان آباءنا كانوا يركزون فيها و يطلبونها، گذشتگان ما تلاش میکردند، با سرعت کار میکردند، جدی بودند، به دنبال کار بودند. خب نمیشه ما کار نکنیم، تلاش نکنیم، برنامه ریزی کنیم بعد بگیم که آقا چرا روزگار ما خوب نمیشه. بعضی وقتا میاییم میگیم اینه دین درست میکنن، خب طرف میبینه که ای آقا همچی دینی هم داره، هیچ کارم درست نشد، بعد اصل دینن انکار میکنن. چقدر در روایات ما داره که نظم داشته باشین، سحرخیز باشین. توی روایات یک عالمه حرف داریم، میگه آدم باید خیلی پرکار باشه. در دعاها، در روایات. پس پیوند ناگسستنی است بین دین و دنیا. در اموری که مربوط به دنیای ما می شود نباید غفلت کنیم، نباید انتظار از دیگرها داشته باشیم. من یک بخشی از روایات اینجا تهیه کردم که فرصت نیست، فقط یه روایت بخوانم. امام باقر علیه السلام که پیامبر به ایشان سلام رساندن و جابر انصاری رضوان الله تعالی علیه، همین شخصیت معروف که هم راوی حدیث کسا است از حضرت زهرا سلام الله علیها و هم راوی روایت اربعین است، شخصیت بسیار استثنایی. ایشان نقل میکنه که امام باقر علیه السلام فرمودن من خیلی نفرت دارم از کسی که تنبل است. حضور خواهی میکنم این عبارت این است: اینی اجد و امقتر رجل. من در واقع بیشترین نگرانی و بیشترین در واقع نفرت رو از اون کسی دارم که یتعذر علیه المکاسب، دنبال کار نمیره، دنبال زندگی نمیره، دنبال تلاش نیست. فیستقلا علی قفا، همطوری دراز میکشه. اگر عبارت بخوایم تجربه بکنیم خلاصه به پشت میخوابه. و یقول اللهم ارزقنی، هی میگه خدایا به من روزی بده. حضرت فرمود که مگر شما نمیبینین مورچه با این بدن کوچیکی که داره حرکت میکنه دنبال روزیه؟ و ذرته تخرج من حجرها تلتمس رزقها. متاسفم از این بالاخره رویه ای که واقعا شایسته جامعه ما نبود، این حالت تکدی که امروز ما شاهدش هستیم. اگر واقعا مسئولین، شخصیت های اسلامی که ما الحمدلله کم هم نداریم، بیاین منصفانه پای درس اهل بیت علیهم السلام، قرآن، خلاصه پیشوایان دین بنشینن، یک زندگی کاملی را برای مردم برنامه ریزی بکنیم. با حرف و با شعار مشکل حل نمیشه. هر وقت دیگه نیاز به آوردن گندم نداشتیم، هر وقت نیاز به آوردن مسائل اولیه زندگی ما نداشتیم، اشکال نداره. اگر یک چیزی مثلا در شهر ما خوب تولید نمیشه، بعضی اقلام میوه ها مثلا شاید در کشور ما خوب تولید نشه، اما در مقابل چیزهای دیگری که دنیا لازم داره ما خوب میتونیم تولید بکنیم، خوب مدیریت کنیم. بالاخره دست بالا را داشته باشیم، او زمان میشه خلاصه دین عامل عزت و متدین سربازی که عزت دین را تبلیغ میکنه و به نمایش میگذاره. و الا اگر ما دم از دین بزنیم در بخش های زندگی بلنگیم، یقین داشته باشیم جوانانمان خلاصه کم رو میاره بیرون. اونهایی که دنبال مخالفت و مبارزه با دین هستن یقینا برنامه دارن، اونا خواهند گفت که این دین است که شما بهش عقیده دارین، چرا شما را نجات نداد. امیدواریم که علما، نخبه ها، شخصیت ها برداشت درست از دین داشته باشند. روایات زیادی داریم دین تفسیر برعی نکنین،
از پیش خودتان دین معنا نکنین. و همه اینا مربوط به علما هم نمیشه، یک بخش زیادیش هم مربوط به مردم میشه. مردم باید بدانن از کی دین یاد بگیرن. شاگردای اهل بیت این تئوری بودن، حرف هرکی را قبول نمیکردن. شما میدونین در تقلید که ما قراره، یعنی وظیفه مونه در دوران غیبت از مجتهد تقلید بکنیم. از کدام مجتهد؟ مجتهد عالم. هم در مسائل عملی باید عادل و مخالف هوای نفس و خلاصه انسانی باشه که واقعا برای خدا حرکت بکنه. در مسائل فهم و درک و فقه هم باید از دیگرها بالاتر باشه، یک سر و گردن. هم جامعه موظف است به یک همچه مسیری حرکت بکنه و هم اونهایی که امور تربیت و آگاهی را مدیریت میکنن، اونا هم وظیفه دارن جامعه را روشن بکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. خطبه دوم وظیفه این جایگاه ایجاب میکنه، اون چرا که به صلاح مردم است و برای رشد و بالندگی جامعه، امنیت و رفاه و در واقع پیشرفت جامعه مؤثر است. از مسائل اجتماعی روز نکات که باید مردم مطلع باشن گفته شود. اولین نکته مربوط میشه به ولایت مان و در واقع به شهر مان. من جسته و گریخته از خیلی ها میشنیدم که متاسفانه بعضی خانه ها مورد اذیت و آزار قرار میگیرن، بی اجازه بدون هماهنگی افراد به نام خلاصه امنیتی، به نام امارت اسلامی، به نام پلیس و خلاصه نیروی در واقع حفاظت و حراست وارد خانه ها می شدن و اذیت و در واقع آزار برای مردم فراهم می کردن. مواردی هم بوده که اموال مردم به اجازه بردن. خب یک نکته مربوط می شه به خود مردم. مردم متوجه باشن اگر کسی به این عنوان سراغ مردم می آین نباید اجازه بدن. و نکته دیگه مربوط میشه به مسئولین و حوزه هایی که همه بخش های شهر مربوط به اونهاست، تقسیم شده است. دلیلش اینه که در روز پنجشنبه یعنی سه قوس که امروز چهارم است، آمر کشف در واقع فرماندهی پلیس بلخ یک گزارش را داد که ما دنبال یک باند، یک گروهی بودیم که اینها وارد خانه ها می شدن، مردم آزاری می کردن، سرقت می کردن، گاهی مثلا اعضای فامیل مخصوصا دخترها و خانمها را در یک تنگنا قرار می دادن، ازشان فیلم می گرفتن، بعد وقتی می رفتن بیرون باجگیری می کردن و اینا
مثلا تماس می گرفتن و همه اینا داخل شهر مزار شریف بوده که این بان 7 نفر بوده. طبق گزارشات یک زن در ترکیب این باند 7 نفره فعالیت داشته که خیلی باعث زحمت خانواده ها شده بوده. من شنیده بودم منتها چون موثق نبود لذا در نماز جمعه مطرح نکردیم. این باند در اثر شکایات مردم، من همیشه عرض کردم یک حکومت اگر قرار است موفق باشه باید با مردم رابطه داشته باشه و مردم هم باید با حکومت رابطه داشته باشه. هیچ پلیسی به اندازه مردم نمیتوانه تامین امنیت بکنه. وقتی مردم به حوزه ها اعتماد داشته باشن، نه الان، در رژیم گذشته مکرر این مطلب گفتم، اگر نیروهای امنیتی ما از با غیرت ترین با تقوا ترین نیروها نباشه ما سراغ امنیت نخواهیم رفت. ما نمیتوانیم امنیت بیاریم. او کسی که مسئول امنیت است باید چشم پاک، دل پاک، چشم سیر، قانه. بله اگر مسئول امنیت خودش دنبال باندبازی باشه، دنبال خلاصه باجگیری باشه، کی میتونه قضیه رو کنترل بکنه؟ مردم شکایت کردن طبق گزارش ها از بین این بان 5 مرد و 1 زن که 1 زن ظاهراً عضویت داشته دستگیر شده و فرد متواری یعنی نفر ششومی یا همون مرد ششوم یا نفر 7 که فراری است اونم خلاصه دنبالش هستن. ایشان یعنی آمر کشف و اصطلاح فرماندهی بلخ گفته که اینها از نام امارت اسلامی سوء استفاده کردن. ما حتی شاید افرادی را داریم که الان اینا نامعلومن برده شدن، حالا به نام امارت برده. شما اگر فردا برین سراغ اونها شاید بگن ما خبر نداریم. رای حل اینه که هم با حوزه ها در ارتباط باشیم و هم خیلی خلاصه ساده و در واقع اینقدر بی جرأت نباشیم. وقتی که یک کسی میایه از ما چیزی مطالبه میکنه با جرأت، آقا از کجا آمدی؟ وقتی آدم پشت سرش کدام نکته ضعف نداشته باشه راحت میتونه مقابله بکنه. قرار نیست که هر کس به ما یک تذکر داد ما بترسیم وحشت ما را فرا بگیره که آقا یک اتفاق ناگواری برای ما میفته. بالاخره الان دیگه اوضاع به اصطلاح تحول که نیست، ممکنه اون لحظه تحول یک اتفاقات بیفته. حالا دیگه همه چیز الحمدلله ثبات پیدا کرده. آقا کسی از ما مطالبه میکنه به خانه ما میایه، اولا اجازه ندیم، بعدش هم اگر اجازه دادیم بگیم آقا 4 نفر همسایه حوزه اینا در جریان باشن. ممکنه یک گروهی داخل خانه یک آقا بیایه جنایت مرتکب بشه، افراد خانه رو ببره. اینا خودشان گزارش دادن که اینها از نام امارت اسلامی سوء استفاده کردن، همطوری که در گذشته ها از لباس، از یونیفرم، از آدرس ها، از کارت های جعلی سوء استفاده می شده. امیدواریم که هم مسئولین متوجه این قضایا باشن و هم مردم متوجه باشن. نکته دوم خدمتتان عرض بشه که کمک 90 میلیونی آلمان به مردم افغانستان است. کاردار آلمان اعلان کرد که کشور آلمان 90 میلیون یورو که خب یه چیزی بیشتر از 90 میلیون دلار میشه و مردم کمک میکنه و توسط در واقع همین مؤسسه یا برنامه جهانی غذا در اختیار نیازمندا قرار داده میشه. اگرچه عرض کردم کمک قابل تشکره، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. حالا اونایی که واقعا به فکر افغانستان و مردم و سرما و خدمت شما رو چه گرسنگی هستن، این واقعا جای تشکر و قدردانی داره. خواسته ما که از باب تذکر است، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، متاسفانه مثل قضیه‌ای که قبلا عرض کردم درباره مسائل امنیتی گزارش زیاد داریم که متاسفانه این توضیح
با اینی که از طرف دیگه می آیه عادلانه نیست. یا اگر هست بعض جاها مسائل فامیلی، مسائل آشنایی، مسائل که در شأن یک انسان امین نیست، در شأن یک مسئول نیست، حالا از یک کلانتر بگیرین تا یک مقامی بزرگی که دستش بازه، گاهی اینا واقعا به فقیر داده نمیشه. ما تلاش بکنیم حق به صاحب حق برسانیم. باور کنین دوستان من، روایت داریم اگر کسی سیر غذا بخوره دو چشم زنده، حالا انسان هم نباشه، انسان غذا بخوره، یک موجودی که دو تا چشم داره به انسان نگاه بکنه، اگر به او غذا ندی به یک بلایی مبتلا میشی که دیگه درمان نداره. حتی اقلش اینه که در توزیع و در واقع انجام این ماموریت و مسئولیت ما جدی باشیم تا انشالله مشکلات جامعه ما حل شود. آخرین موضوع اجتماعی و بعد در آستانه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها هستیم، یک تذکری هم داشته باشم. خب نشست های مختلف برای مسائل خلاصه کشورها برگزار میشه. روز چهارشنبه سازمان پیمان امنیت جمعی یک جلسه ای را در شهر ایروان ارمنستان برگزار کرد. از جمله کسانی که در این اجلاس حضور داشت آقای پوتین خلاصه رئیس جمهوری روسیه بود. ایشان در صحبتی که داشت گفت که مسکو در راستای ایجاد ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد. منتها یک نکته ای را جدید نیست، همین نکته ای که معمولا حالا تعبیر من این است که خلاصه مستمسک قرار میدن، یعنی به او استدلال میکنن، گفت وظیفه ای که برای ما اولویت دارد در این مرحله، او کار مهم ما چیست؟ گفت ما مطمئن شویم که یک به اصطلاح دولت واقعا فراگیر در افغانستان که شامل نمایندگان همه اقوام در سطح مناسب باشد به وجود بیاید. به تعبیر دیگر گفت که اولین شرط یا اولین خواسته ما، اولین انتظاری که ما داریم این است که یک دولت فراگیر به اصطلاح به وجود بیاید. اگرچه عرض کردم ما خیلی از واقعیتهایی که داخل کشور هست میدانیم که شاید دیگران ندانند، یه حقیقت است، اما اون چی که لازم است ما باید تعامل داشته باشیم. سخنگوی خدمت معاون سخنگوی امارت اسلامی در ارتباط با این صحبت ها مطالب را گفتن که تشکیل نظام، تشکیل حکومت فراگیر موضوع داخلی کشور ماست. درسته موضوع داخلی کشور است، اما ما نمیتونیم خلاصه روابط دنیا و تعامل دنیا را نادیده بگیریم. همطوری که مسئله درس دخترها یک مشکل بود که بالاخره باید این مشکل حل بشه و الحمدلله آرام آرام داره حل میشه، یک قضیه خلاصه یک حکومت فراگیر با حرف نمیشه. ما اگر بگیم این مشکل داخلی است به دیگران ربط نداره، خب یک ادعی صدا میکنن، اونم باید در نظر گرفت. منظور اینه که واقعا تعامل بکنیم، راهکار پیدا بکنیم و بهانه ها را از دست دیگران بگیریم برای که بتانیم زندگی و در واقع کشورمان را مدیریت بکنیم. خب امروز آخرین روز ماه ربیع الثانی است، فردا اول ماه، یعنی اول ماه جمادی الاولاست، و خوب است که با مراجعه به کتب ادعیه اعمال اول ماه را هم انجام بدیم. پنجم این ماه یعنی روز چهارشنبه که مصادف است با ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، روز قابل حرمتی است، بیشتر به خاطر که الحمدلله شما دوستان
محبین اهل بیت علیهم السلام در وفات بی بی، در شهادت حضرات معصومین علیهم السلام، خلاصه محفل و مجلس داریم. خوب است که ما در ولادت حضرت زینب سلام الله علیها هم حداقل توجهی داشته باشیم و برنامه های سال پنجم و به روایت سال ششم، یعنی پیغمبر که مدینه تشریف آوردن، اولین فرزندی که در خانه حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما در واقع در خانه پیغمبر به دنیا آمد، امام مجتبی بود. بعد آقای امام حسین علیهما السلام، اولین دختری که به دنیا آمد حضرت زینب سلام الله علیها بود. پدر بزرگوارشان آقا امیرالمومنین، مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها، بی بی کنیه های مختلفی داره. من یکی دو تا از باب این که بیشتر با این شخصیت حداقل یعنی رابطه در واقع اعتقادی پیدا بکنیم، یکی از کنیه های معروف حضرت عقیلت بن هاشم، یکیش ولیت الله الرازیه بالقدر والقضا، کسی که به قدر و قضای الهی راضی بود، صابرت البلوا من غیر جزع ولا شکوا، همه بلاها را صبر کرد، تحمل کرد بدون این که فریاد و ناله بزند. وقت بی بی به دنیا آمد، اونطوری که تاریخ می نویسد پیامبر در سفر بودند، یعنی جدشان رسول الله در سفر بودند. حتما شنیده این، قطعا همه بلدند نام امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و پیغمبر از خدا دریافت کرد، جبرئیل آمد. وقتی بی بی به دنیا آمد پیامبر در سفر بودن، حضرت علی فرمودن من در نامگذاری این مولود و این دختر از پیامبر پیشی نمیگیرم تا اینکه حضرت آمدن، یعنی نمیدونم چند روز طول کشید، پیامبر از سفر برگشتن و پیغمبر گفتن یا رسول الله خانه ما یک طفل دختر به دنیا آمده، ما هم شما نبودیم نام نگذاشتیم. حضرت فرمودن من منتظر وحی میمانم. حالا من بر اساس تاریخ میخونم. خب شما میتونین کتابایی را که درباره حضرت زینب نوشته شده اینا را بخونین، از جمله مرحوم سید محمد فیض الاسلام یک کتابی داره خاتون دو سرا. آقا رسول الله که آمدن، همون پیامبری که خدا در قرآن میفرماید قل انا بشر مثلکم، بگو من بشری مثل شما هستم، یوها الی، به من وحی میشه. همون پیغمبری که خدا میفرماید و ما ینطق عن الهوا، از هوا صحبت نمیکنه، این هو الا وحی یوها، مگر اون که هر چی میگه وحیه. این پیغمبر که آمد فرمود که من منتظر میمونم تا جبرئیل خلاصه از جانب خداوند دستور بیاره. جبرئیل نازل شد، فرمود خداوند سلام میرساند و میفرماید، میفرماید این دختر را زینب نام بگذار، زینب نام بگذار، زین یعنی زیبایی قشنگی، اب یعنی پدر، این دختر را زینب نام بگذار، چی این که این نام را در لوح محفوظ نوشته ایم. ما این نام را در لوح محفوظ برای زینب نوشتیم. جالب است پیغمبر به دستور خداوند نام این مولود را و این دختر را زینب گذاشت. بعد فرمود وصیت میکنم حاضرین و غائبین، حضرت فرمود با اونایی که در جلسه هستن، اونایی که بعدا صحبت من را میشنوند، این دختر را به خاطر من پاس بدارید. الله اکبر. همانا وی به خدیجه کبرا ماننده است. حضرت فرمود که این دختر به همسرم خدیجه مادر زهرای مرضیه سلام الله علیها ماننده است. سکینه و وقار آن حضرت را به خدیجه کبرا، حضرت فرمود اون شخصیت و بزرگی و منشش مثل جدش
خدیجه کبراست، اسمت و حیاتش را به زهرای مرضیتش بکرد. جالبه، فرمود که فصاحت و بلاغتش، مجموعه از خلاصه خوبی ها، فرمود که فصاحت و بلاغتش عین پدرش علی علیه السلام است. بعد فرمود که حلم و بردباریش مثل حسن مجتبی است. جالب است، فرمود شجاعت و قوت قلبش مثل حسینم سید الشهدا است. همین قدر براتان بگم، یکی از شخصیت ها می نویسد بر قوت قلب زینب همین کفایت می کند که در کوفه در شام با اون همه مصیبتی که دیده بود، چنان رسا سخنرانی کرد، چنان آرام و همه جانبه سخنرانی کرد که خیلی ها گفتن مگر علی زنده شده؟ پیشا پیش ولادت این شخصیت را که خواستم با چند جمله گوشه های از عظمت او را هممان بشنویم و به خدا نزدیک شویم، عرض کرده باشم پیشا پیش این ولادت را گرامی می داریم. خدایا به یمن این ولادت فرج آقای ما و مولای ما صاحب الزمان برسان، ما را قدردان همه الطاف و عنایاتت بیش از پیش قرار بده. مشکلات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، خدایا همه مشکلات جامعه ما را برطرف بگردان، ما را در محوریت قرآن به هم دیگه نزدیک و مهربان بگردان. همه عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه را یاری میکنن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اونهایی که التماس دعا دارن همه را حاجت روا بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.